روز 13 محرم الحرام شهر مقدس کربلا شاهد حضور دسته عزاداری قبیله بنی اسد به مناسبت بزرگ داشته به خاک سپاری پیکرهای مطهر شهدای کربلا است. همکارم در رابطه با این مراسم تاریخی و با شکوه گزارشی تهیه نموده که با هم میبینیم. بنی اسد نام قبیله ای از قبایل بزرگ، سلحشور و مشهور عرب از فرزندان اسد ابن خزیمت ابن مدرک است. این قبیله در سال 19 هجری قمری از بلاد حجاز به عراق رفته، در کوفه و بصره و غازریه از نواحی کربلا سکونت کردند. قبیله بنی اسد توفیق و افتخار دفن پیکر مطهر حضرت سید الشهدا و یا پس از واقعه کربلا در سال 61 هجری قمری داشتند. عمر ابن سعد فرمانده سپاهیان عبیدالله ابن زیاد در روز 11 محرم اجساد کشته های سپاه خیش را شناسایی و دفن کرد، در حالی که بدن مقدس امام حسین علیه السلام و بدنهای مطهر و قطعه قطعه شهدای اهل بیت علیه السلام و سایر شهیدان و یاران با وفایشان بر زمین مانده بود و کسی جرأت نمی کرد این پیکرهای پاک و مطهر را دفن کند. پیکرهای مطهر شهدای کربلا 3 روز بر روی زمین ماند تا اینکه زنان قبیله بنی اسد که در غازریه در نزدیکی کربلا چادر زده و سکونت داشتند و از شهادت امام حسین علیه السلام و یارانشان به دست امویان مطلع شده بودند، هنگام عبور از میدان جنگ با دیدن اجساد شهدا تحت تأثیر قرار گرفته، مردان خود را از این موضوع با خبر ساختند و آنها را مورد سرزنش قرار داده و آنان را به انجام تدفین پیکر پاک شهدای کربلا ترغیب کردند. زنان این قبیله ابتدا به قصد تدفین شهدای کربلا بیل و کلنگ به دست گرفته به طرف قتلگاه کربلا روانه شدند، ولی پس از مدتی وجدان مردان بنی اسد بیدار گشت و به خود آمدند و به دنبال آن گروهی از مردان قبیله بنی اسد برای دفن شهدا وارد زمین کربلا شده، ولی چون بدنها قطعه قطعه شده بود و بدنها را نمی شناختند متحیر و سردرگم شده بودند. در این هنگام امام سجاد علیه السلام به صورت ناشناس برای تشخیص و تدوین شهدای کربلا به خصوص دفن پدر معصومش امام حسین علیه السلام به حکم اینکه امام را جز امام کسی غسل، کفن و تدفین نمی کند با معجزه الهی از کوفه و زندان ابن زیاد به کربلا آمدند. امام سجاد علیه السلام در جمع پیکرهای مطهر شهدا حضور پیدا کردند و یکی که آنان را به بنی اسد معرفی کرده و آنها بدنها را دفن می کردند. ایشان بدن مطهر حضرت سید الشهدا را در همین مکانی که اکنون معروف است دفن کردند و برادر بزرگوار خود حضرت علی اکبر علیه السلام را در پایین پای پدر به خاک سپردند و برای سایر شهیدان در پایین قبر امام حسین علیه السلام قبر بزرگی حفر نموده و همگی را در آنجا دفن کردند. پس از دفن شهدا امام سجاد علیه السلام خود را به آنان معرفی کردند. فداکاری افراد این قبیله سبب شهرت آنان شد و از آن پس شیعیان به نظر احترام و محبت به قبیله بنی اسد می‌نگرند. هر سال همزمان با 3 روز از شهادت امام حسین علیه السلام و یارانشان، کاروان عظیم و با شکوه بانوان عزادار قوم بنی اسد با حضور در شهر مقدس کربلا و بین الحرمین شریفین برای آن حضرت عزاداری می کنند. افراد حاضر در این دسته عزاداری لباس‌های بلند و سفید می‌پوشند و بیل و کلنگ و سبدهایی از جنس برگ درخت خرما همراه خود دارند که داخل آن کفن و بوریا است و چنین می‌نمایانند که برای دفن شهیدان کربلا می‌روند.
از نکات جالب و تاثیرگذار این مراسم در جلو حرکت کردن زنان در این دسته عزاداری است که همان واقعه سال 61 هجری قمری را به نمایش می‌گذارد.